گزارشگر ویژه آزادی مذاهب در گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد استدلال کرد که سطح نظرات نامطلوب نسبت به مسلمانان تبدیل به یک اپیدمی شده است همکارم علی اکبری گزارش می دهد احمد شاد گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در سخنرانی خود در شورای جنو تعدادی از کشورها و سازمانهای دولتی در سراسر جهان را مسئول افزایش نفرت علیه مسلمانان دانست وی در حالی که هیچ نامی را فاش نکرد چنین ملت ها و نهادهایی را به تشدید مسئله اسلام حراسی متهم کرده و تاکید کرد این نهادها با اتخاذ تدابیری که به طور نامتناسبی مسلمانان را هدف قرار می آنها را خطرناک معرفی می کنن. این گزارش گسترده ده هزار کلمه ای تحت عنوان مقابله با اسلام حراسی و نفرت ضد مسلمانان برای از بین بردن تبعیض و عدم تحمل بر اساس دین یا عقاید موضوعاتی از جمله ارائه نمونه هایی از تجربیات جوامع آسیب دیده و تاثیرات مربوط به آنها بر حقوق بشر تصویب چارچوب بینون مللی حقوق بشر مربوطه و پیشنهاداتی برای پرداختن به کاهش تاثیر اسلام حراسی در جوامع مختلف را در بر میگیرد در این گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه آزادی مذاهب دیپلمات و وزیر امور خارجه سابق مالدیو همچنین گفت که بسیاری از سیاست های اعمال شده برای مقابله با تروریسم به طور گسترده‌ای بر اکثریت مسلمانان بیگنا تأثیر گذاشته است